آغاز دوباره لیگ برتر فوتبال بسیاری از بازیکنان بعد از گلزنی خوشحالی نمی کنند. این موضوع رو می خواهیم بررسی بکنیم با آقای حسین قاضیان، جامعه شناس که از واشنگتن به ما پیوستن. خیلی خوش آمدید آقای قاضیان. با توجه به اتفاقاتی که افتاده الان شاهد این هستیم که مثلا بازیکنان فوتبال شادی نمی کنند بعد از گل که می زنن، یا کلا ورزشکارا به شکل‌های مختلف دارن اعتراضشون از وضعیت نشون میدن، این دقیقا نشان دهنده چه تحولی در جامعه است؟ بله، حقیقتش فقط منحصر به این نیست. حتی دیدیم در هفته پیش بازیکن گلگهر رو که بعد از زدن گل به صورت سمبولیک طناب اعدام دار رو نشون داد. یعنی چیزی بیش از شادی نکردن هم در این اتفاقات رخ داده، نوعی اعتراض نمادین. اگر بخوایم منشأ یا نحوه اجرای این موضوع رو بررسی بکنیم و ببینیم پشتش چیه، یا به قول شما چی باعث شده که این اتفاق بیفته، میتونیم بگیم که به هر حال یک جدایی بین دولت و ملت سالها در ایران وجود داشته. این جدایی امروزه به روی دو طرف آمده، یعنی دو طرف فهمیدن و بقیه و ناظران هم متوجه شدن که این دو نفر همدیگر رو نمیخوان، کارشون به خصومت و جدال و نزاع کشیده و این نزاع به گوش همسایه هم رسیده، یعنی اومده توی خیابون و اجرا شده. این اعتراضات با شدیدترین بیان و لحن از طرف معترضان نسبت به حکومت اجرا شده. حکومت هم با آخرین و شدیدترین وجهی مردم رو زده و کشته و اعدام کرده و شکنجه داده و تجاوز کرده. بنابراین دیگه در واقع تمام اون رشته های پیوند گسیخته شده. اگر فرض کنیم که این گسیختگی این رشته پیوند روی همه آمده، من جمله به روی ورزشکارا هم میاد، تو خانواده اونها هم میره، اونها هم از بخشی از این جامعه متاثر میشن و اون رو بازتاب میدن. بنابراین در واقع پیوندی است با اتفاقاتی که در سطح جامعه رخ داده و انعکاسش رو ما در میدان میبینیم در این شکل، و این خودش شاید نشانه این باشه که زیر پوست جامعه میزان نارضایتی و اعتراض خیلی گسترده تر از اون چیزی است که در خیابون ظاهر میشه. اشکال دیگرش در اعتصاب، در شکلهای دیگر اعتراض نمادین، و اینجا در فوتبال و در مسابقات ورزشی با خوشحالی نکردن و حتی شکلهای دیگری از نمادهای اجرایی این اعتراضات اخیر هم. از اون طرف آقای قاضیان، جام جهانی برای مردم ایران شورانگیز نبود. به نظر شما که شادی های جمعی یک ملت تبدیل به سوگ ملی و خواست همگانی برای براندازی حکومت بشه نشانه چه هست؟ چه پیامدی داره؟ اینم اتفاقا به نظر من ادامه همون ماجراست. یعنی ما خب همونطور گفتم یه شکافی بین دولت و ملت داشتیم. دولتی داریم که ملت نداره، ملتی داریم که دولت نداره. این بی ملتی دولت و بی دولتی ملت عملا خودشو در نمادها هم نشون داده. مثلا شما الان ببینید بر سر پرچم یک کشور چه تفاوت نظری وجود داره، که پرچم ایران بالاخره چه پرچمی است. در مورد سرود ملی کشور، دو تا نماد مهمی که آدم‌ها رو به هم دیگه وصل می‌کنه. وقتی چنین جدایی بین ملت و دولت رخ میده و همطور در بین خود مردم، در بین ملت رخ میده و چند پارگی و چند قطبی ایجاد میشه، تمام اون چیزهای دیگری که ممکنه موجب همبستگی و شادی ملی هم بشه متزلزل میشه. مثلا برد یک تیم ملی هم به همین ترتیب میبینید که متزلزل میشه و نمیتونه شادی جمعی درست بکنه، بلکه خودش منشأ تفرق و دگرگونی بین حال افراد میشه. سپاسگزارم از شما. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن دی سی، با ما همراه بودم. متشکرم.